که حالش خیلی وخیم شد و از حال رفت. حال این بچه خیلی بده و امیدی بهش نیست. چی کار کردی؟ کجا رفتی؟ حاج سید محمد علی ضوابطی نقل میکنه که به اتفاق خانواده و نوه هام به زیارت کربلای معلا مشرف شدیم. وقتی که به کربلا رسیدیم، نوه 4 سالم که با ما همراه بود بیمار شد و هر روز حالش بدتر از قبل میشد، تا اینکه حالش خیلی وخیم شد و از حال رفت. دکتر حافظ السهر رو برای معالجش آوردیم. دکتر بعد از معاینه دقیق یه نسخه نوشت و به دستم داد و به طرف در اتاق حرکت کرد. همونطوری که در حال رفتن بود، خیلی آروم، طوری که فقط خودم بشنوم، به من گفت حال این بچه خیلی بده و امیدی بهش نیست و منم نخواستم پیش خانواده شما حرفی زده باشم. اتفاقا همسرم از اتاق حرف دکتر رو شنید و همون لحظه از اتاق بیرون اومد و با حال پریشون گفت الان میرم و کار رو درست میکنم و از خونه خارج شد. منم دکتر رو بدرقه کردم و با نگرانی بالای سر نوه 4 ساله نشستم و منتظر همسرم شدم تا ببینم چه اتفاقی میافته. ساعتی گذشت و یه مرتبه دیدم طفل مریضمون سر از بسترش برداشته و دور و اطراف و یه نگاهی کرد و از جاش بلند شد و گفت منو بغل کن. تعجب کردم، بچه بیهوشی که دکتر اونو جوابش کرده بود چطوری یهو به هوش اومده و سر حال شده. منم بغلش کردم و متحیر بودم و نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. گفت آب میخوام و با عجله بهش آب دادم. دوباره گفت بیبی خانم کجاست؟ گفتم الان برمیگرده، که یه موقع دیدم خانومم وارد شد و دید بچه تو بغل منه. چشاش که از شدت گریه سرخ بود صدا زد دیدی بالاخره کار درست شد و شفای مریض در حال مرگم رو گرفتم. منم بلند شدم و با تعجب بهش گفتم چی کار کردی؟ کجا رفتی؟ که یه وقت با لبخند به هم گفت رفتم حرم حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السلام و گفتم ما زائر شمایی، اگر باب الحوائج نبودی من اینجا نمی اومدم. حالا هم نوم در حال احتضار و مرگه، شفاشو از شما میخوام و نمیدونم جواب پدرشو چی باید بدم. این حرفو گفتم و از حرم بیرون اومدم. حالا فهمیدم که آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام به ما توجه کرده و آقایی کرده و بچه‌مو شفا. شفا دادی، شفا دادی ابوالفضل.